پنجمین دوره انتخابات شورای اجرایی و بازرسی جمعیت لاله احمر کرج همزمان با کل کشور در روز جمعه 23 خرداد ماه ساعت 9 صبح انشالله در دو مکان، یکی تالار نجات فلا واقع در خیابان شهید بهشتی و یکی هم سالن شورای شهر محمدشهر انشالله برگزار خواهد شد. انتخابات جمعیت به صورت مجمع هست، یعنی افراد ساعت 9 میان. اگر ما حدود 2530 فرد واجد شرایط رایدهی داریم، اگر دو سوم این افراد تا ساعت 9 صبح حضور پیدا کنند، بلافاصله مجمع رسمیت پیدا میکنه و بحث رأی‌گیری آغاز میشه. اگر پیدا نکنه ما 9:30 مجمع فوق‌العاده رو خواهیم داشت با هر تعداد از افراد و رأی‌گیری بعد از اون آغاز خواهد شد. 11 نفر جهت شورای اجرایی و 3 نفر برای بازرسی ثبت نام کردند. نهایتاً 4 نفر از اون 11 نفر به عنوان اعضای اصلی شورای اجرایی و 2 نفر به عنوان اعضای علل بدل انتخاب خواهند شد و در بازرسی هم 1 نفر به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر به عنوان بازرس علل بدل انشاءالله انتخاب خواهد شد. خواهشمون از تمامی دوستان بزرگوارمون در جمعیت لاله احمر، داوطلبان، جوانان، امدادگران این هست که انشاءالله یک حضور پرشوری در این انتخابات داشته باشند و انشاءالله بتونن با یک انتخاب اصلح افراد توانمندی رو که بتونن امکانات مناسبی رو به جمعیت اضافه کنن. افرادی که میان در واقع شورای اجرایی جمعیت نقش هیئت مدیره جمعیت شهرستان رو داره، علاوه بر این که انتخاب میکنه رئیس جمعیت رو، 2 نفر رو به حال معرفی میکنه به مدیران و مدیران از اون 2 نفر یکی رو به عنوان رئیس شعبه انتخاب میکنه. نقش بسیار مهمی رو باید ایفا بکنن این دوستان در آوردن امکانات و تجهیزات مناسب به جمعیت، یعنی چون که جمعیت یک نهاد عمومی غیر دولتی هست، به هر حال این شورای اجرایی یا این هیئت مدیره شهرستانی وظیفش این هست که کمک بکنه و تسهیل کنه فعالیت‌های جمعیت رو به کمک امکاناتی که میتونه از نهادهای مختلف بگیره و به جمعیت اضافه کنه. مسائل عدیده ای تو جمعیت کرج هست که انشالله اگر دوستان ما یک انتخاب خوب و هوشمندانه داشته باشن از افراد توانمند، قطعا میتونیم با حمایت این دوستان و با حمایت همه امدادگرامون این مشکلات رو چه در حوزه لوجستیک، چه در حوزه پایگاهامون، چه در حوزه انبارامون و با حمایت این هیئت مدیره و طبیعتا حمایت مدیر عامل محترم و ریاست محترم جمعیت کشور این مسائل رو انشاءالله ما تو شهرستان کرج مرتفع کنیم. در مرحله بعد اعضای شورای اجرایی شهرستان ها به تناسب تعداد شرکت کننده، مثلا در شهرستان کرج ما 2530 نفر شرکت کننده داریم، چون بالای 1500 تا فرد واجد شرایط داریم 3 نفر رو میتونیم معرفی کنیم به مجمع استان. شعبی که زیر 1500 تا دارن 2 نفر رو معرفی میکنن. نهایتاً از هر کدوم از این شوراهای اجرایی نمایندگانی میرن در مجمع استان که حاصل این تعداد نفراتی است که عرض کردم. مثلا 3 نفر از این دوستانی که ما در جمعیت کرج خواهیم داشت اینا در مجمع استان میرن و از شعب دیگه هم میان. در بین این عزیزان هم یک رأی‌گیری صورت خواهد گرفت به عنوان مجمع استان و نهایتاً 4 نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره استان و 2 نفر به عنوان بازرسان هیئت مدیره استان انتخاب میشن. هر کدوم از اینها هم 2 تا علل بدل خواهند داشت و این هیئت مدیره در واقع نقشی که داره این هست که مدیر عامل استان رو پیشنهاد میکنه به رئیس جمعیت. از استان ما به دلیل اینکه بالای 6000 نفر در مجموع ما افراد واجد شرایط داریم، انشالله 2 نفر هم میرن برای مجمع کشور، یعنی از همه استان ها افراد میان و در اونجا شورای عالی جمعیت شکل خواهد گرفت که حاصل رأی‌گیری خواهد بود که بین این افراد صورت میگیره و ما امیدواریم که با انتخاب افراد توانمند توسط بچه ها و دوستان و عزیزان ما، چه جوانان، چه امدادگران و چه داوطلبان محترم، بتونیم افرادی رو در تراز کشوری بتونیم به هیئت مدیره استان و انشالله از هیئت مدیره استان به مجمع کشور معرفی کنیم که بتونیم انشالله در سطح ملی هم نماینده‌ای رو ما در جمعیت مرکز داشته باشیم. رادیو کوهنورد روی موج همدلی فرکانس بی‌نهایت.
بشنوید.